سلام به همه بینندگان عزیز، به کانال ما خوش اومدید. خب امروز میخوام براتون یک رابط شلنگی بسازیم که برای شارژ انواع کپسول های یک بار مصرف از جمله کپسول فندک پرکن و کپسول های شعله افکن به کار بیاد. این رابط شلنگی بدون هیچ دردسری و در کمترین زمان ممکن و با ایمنترین روش انواع کپسول های یک بار مصرف شما رو شارژ میکنه. برای شروع کارمون احتیاج به یک پیچ تنظیم ترمز دوچرخه داریم که تو تصویر مشاهده میکنید که همراه یک مهره هست. این پیچ در اصل به سر کپسول یک بار مصرف ما وصل میشه و جریان گاز رو از طریق سوراخی که داره به کپسول متصل میکنه و در ادامه کار احتیاج به یک بست فلزی بوق موتورسیکلت هم داریم. خب همونطور که تو تصویر مشاهده میکنید خود بست بوق تو دو سمتش دو تا سوراخ داره و ما بایستی یک سوراخ در وسط این بست بوق با مته ساید 6 ایجاد کنیم. این سوراخ در اصل برای نصب شدن همون پیچ تنظیم ترمز دوچرخه هست. بعد زدن سوراخ روی بست بوق مطابق ویدیو پیچ تنظیم ترمز دوچرخه رو از یک سمت جا میزنیم و مهره اون رو از پشت بست به این پیچ تنظیم میبندیم و محکم میکنیم. خب همونطور که قبلا گفتیم این پیچ تنظیم ترمز دوچرخه روی خروجی های کپسول یک بار مصرف وصل میشه و جریان گاز رو متصل میکنه. برای اینکه حین وصل شدن گاز نشت پیدا نکنه بایستی داخل این پیچ رو یک اورنگ لاستیکی قرار بدیم. برای این کار کافیه که یک تیکه تویه به شکل دایره‌ای شکل به اندازه داخلی این پیچ تنظیم برش بدیم و بعد با یک سوزن معمولی که داغ شده وسط این اورنگ رو سوراخ کنیم. این سوراخ برای عبور جریان گاز هست. تو این قسمت یک کش که از توی به موتورسیکلت برش دادیم رو به دو سمت بست و بوق وصل میکنیم. این کار برای اینه که با قرار دادن اون پیچ تنظیم ترمز دوچرخه روی اهرام کپسول یک بار مصرف این کش نیروی لازم برای فشار دادن اون اهرام بالای کپسول رو ایجاد میکنه و جریان گاز وصل میشه. دقت داشته باشید که طول خلاصی این کش حدوداً 15 سانتی باشه، کافیه که بتونه فشار لازم برای آزاد کردن جریان گاز رو ایجاد کنه. برای ادامه کارمون به مقدار شلنگ احتیاج داریم. ما از شلنگ بنزین موتورسیکلت استفاده میکنیم، حدوداً 20 سانت هم باشه کافیه. شما میتونید به جای شلنگ بنزین از شلنگ تراس استفاده کنید، فقط دقت داشته باشید که جنس و کیفیت شلنگ خوب باشه. خب یک سر شلنگ رو به اون خروجی پیچ تنظیم ترمز دوچرخه میبندیم و با بست خوب محکمش میکنیم. در ادامه در مسیر شلنگ یک صافی بنزین موتور قرار میدیم. این کار دو تا مزیت داره. اول اینکه از ورود آشغال های تای تکنیک به داخل کپسول جلوگیری میکنه و دوم اینکه میتونه قطع و وصل شدن جریان گاز رو از طریق اون مشاهده کنید. مطابق ویدیو صافی رو در مسیر شلنگ قرار میدیم و با بست محکم میکنیم. تو این قسمت یک تکه شلنگ هم برای ورود گاز به داخل صافی میبندیم و با بست محکم میکنیم. Ah.
برای وصل شدن شلنگ به خود شیر پیکنیک احتیاج به یک مهره پیکنیکی با رابط تزریق گاز داریم که تو تصویر مشاهده میکنید دوتا قطعه برنجی هستن. با وصل کردن این دوتا به سر شلنگ شما میتونید این رابط رو به هر مدل پیکنیکی از کوچیک تا بزرگ وصل کنید. همونطور که میبینید رابط برنجی ما الاد اندازه بزرگ است و به سایز شلنگ بنزین نمیخوره و برای همین ما از یک تکه شلنگ طراق استفاده میکنیم. ابتدا رابط برنجی رو وارد شلنگ طراق میکنیم و با بست محکم میبندیمش و بعد ورودی شلنگ بنزین رو داخل خود این شلنگ طراق جا میزنیم و با یک بست محکم میبندیمش تا نشتی نشته باشه. این قسمت میخوام برای این رابط یک شیر تخلیه هوا بسازیم و بست کنیم. وقتی گاز وارد کپسول خالی میشه بعد از چند ثانیه این جریان قطع میشه. دلیلش اینه که کپسول ما پر از هوا شده و ما بایستی هوای داخل اون رو خالی کنیم. برای این کار مجددا باید کپسول رو از اون قلابی که ساختیم جدا کنیم و اون اهرم بالای کپسول رو به مدت 20 یا 30 ثانیه نگه داریم تا هوای اضافه داخل اون خالی بشه و مجددا اون رو به روی قلاب ببندیم و عمل شارژ رو انجام بدیم. ولی این شیر تخلیه همه این مراحل رو بدون هیچ دردسری برای ما انجام میده. برای ساخت این شیر به حدود 5 سانت لوله مسی سایز 6 احتیاج داریم که مطابق ویدیو وسط این لوله یک سوراخ به اندازه یک پیچ سایز 2 ایجاد میکنم. بعد زدن سوراخ روی لوله مسی به یک پیچ و مهره 2 سانتی سایز 2 احتیاج داریم که بایستی این مهره سایز 2 رو به همون قسمت سوراخ روی لوله مسی جوش بدیم. برای جوش ما از لحیم استفاده میکنیم، اما قبلش برای اینکه لحیممون بهتر بچسبه خود مهره و اون قسمت لوله مسی رو سوهانکاری میکنیم. این لحیم کاری حتما از روغن لحیم استفاده میکنیم و برای اینکه جوش لحیم به خوبی به خود مهره و لوله مسی بچسبه باید این نوک هویه به خوبی داغ شده باشه. شیر تخلیه ما آماده شده. این پیچ و مهره‌ای که روی لوله مسی وصل کردیم به خاطر اینه که بشه باهاش هوای داخل کپسول رو خالی کرد و برای اینکه بتونه جریان گاز رو قطع و وصل کنه بایستی روی این پیچ سایز 2 یک اورنگ لاستیکی جا بزنیم، ولی شما به جاش میتونید از نوار تفلون هم استفاده کنید. برای جا زدن این شیر تخلیه کافیه که وسط شلنگی که در بالای کپسول خالی قرار میگیره مطابق ویدیو برش بدیم و دو سمت شلنگ رو به دو طرف لوله های مسی جا میزنیم و با بست فلزی محکم میکنیم.
خب رابط ما آماده هست. برای این کار احتیاج به پیکنیک داریم که فرق نداره کوچیک یا بزرگ باشه، کافیه که اونو برعکس و بالاتر از کپسول خالی قرار بدیم. قبل شروع کار بهتره که ایمنی رو رعایت کنیم، حتما این کار رو در فضای باز و به دور از آتش انجام بدیم و اگه از عینک و دستکش استفاده کنیم خیلی بهتر است. خب مهره سر پکنیکی رو به رزبه خود شیر پکنیک وصل میکنیم. برای شروع کارمون ما از کپسول شعله‌افکن استفاده میکنیم که همونطور مشاهده میکنید این کپسول کاملا خالی هست. برای شارژ کافیه که اون قلابی که قبلا ساختیم رو مطابق ویدیو روی کپسول خالی جا بزنیم. برای این کار ابتدا کش قلاب رو کمی میکشیم و زیر کپسول خالی رو مطابق ویدیو داخل اون جا میزنیم و بعد اون پیچ تنظیم ترمز دوچرخه رو روی اهرم کپسول قرار میدیم و فشار کش باعث میشه اون پیچ تنظیم اون اهرم بالای کپسول رو فشار بده و اینجوری مسیر جریان گاز باز بشه. قبل باز کردن شیر پکنیک بایستی اون پیچ تخلیه هوا رو خوب صفر کنیم. خب شیر پکنیک رو باز میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید جریان گاز وارد کپسول خالی میشه. از طریق صافی میتونید به این جریان گاز نگاه کنید و هر وقت این جریان قطع شد این یعنی اینکه کپسول ما بایستی هواگیری بشه. قبل هواگیری ابتدا شیر پکنیک رو میبندیم و بعد 20 یا 30 ثانیه صبر میکنیم تا جریان گاز داخل شلنگ کمی کمتر بشه و بعد اون پیچ تخلیه هوا رو باز میکنیم، همون پیچ روی لوله مسی رو، و بعد باز کردن ابتدا گاز داخل شلنگ خالی میشه و بعد هوای داخل کپسول از طریق همین پیچ تخلیه میشه. 20 یا 30 ثانیه صبر میکنیم تا هوای داخل کپسول خالی بشه و بعد مجددا اون پیچ تخلیه رو صفر میکنیم و شیر پکنیک رو باز میکنیم. معمولا برای بار دوم کپسول خالی پر میشه و اگه پر نشد بایستی یک بار دیگه این مراحل رو انجام بدیم. فقط یک نکته بهتون بگیم، اونم اینه که این کپسول ها اگه پر هم بشه هیچ خطر انفجاری نداره. اصلا قدرت پکنیک یا کپسول در این حدی نیست که بتونه این مخزن رو منفجر کنه. پر شدن بیش از حد این کپسول ها تنها خطری که داره اینه که موقع روشن شدن اجاق یا مشعل باعث افزایش ناگهانی شعله میشه و خب این کمی خطر داره. برای جلوگیری از این کار اگه کپسول پر شد کافیه که چند ثانیه اون اهرم بالای کپسول رو فشار بدید تا کمی گاز خالی بشه. بعد پر شدن کپسول ابتدا شیر پکنیک رو میبندیم و بعد اون شیر تخلیه رو چند ثانیه باز میکنیم تا جریان گاز داخل شلنگ کم بشه و بعد قلاب کپسول رو آزاد میکنیم و میتونید مشاهده کنید که مخزن ما پر شد. نوبت پر کردن کپسول فندک پرکن هست. خب قلاب مخصوص رو روی اهرم کپسول فندک پرکن جا میزنیم و ابتدا اون شیر تخلیه هوا رو میبندیم و بعد شیر پکنیک رو باز میکنیم و زمانی که جریان گاز داخل صافی قطع شد نوبت هواگیری کپسول هست. برای هواگیری ابتدا شیر پکنیک رو میبندیم و بعد اون شیر تخلیه رو به مدت 20 یا 30 ثانیه باز میکنیم تا هوای اضافه داخل کپسول خالی بشه و بعد مجددا شیر پکنیک رو باز میکنیم تا کپسولمون پر بشه. کپسول فندک پرکن ما هم شارژ شد. حالا نوبت تست این دوتا کپسول هست. خب به پایان ویدیو امروز رسیدیم. اگر از ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب و تا یک ویدیو دیگه همگیتون رو به خدای بزرگ بسپارید. خدا نگهدارتون.